بانام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام، وقتتون بخیر. بینندگان عزیز، همسفرهای خوب و دوست داشتنی خودم، وقتی کنار ساحل و دریا، اون هم خلیج نیلگون همیشه فارس، می‌نشینی و به امواج خیره میشی، یه حس بسیار خوب و زیبایی بهت دست میده. یه حس که گفتنش و بیان کردن اون حس خیلی مشکله. اما ما همچنان در استان بوشهر هستیم، شهر بسیار زیبای بندر دیلم کنار دریای نیلگون خلیج همیشه تا ابد فارس، و داریم از مردمان مهمان نواز و خونگرم این دیار براتون میگیم. شما هم همسفر ما هستین در این برنامه و سوژه گزارش امروز ما صنایع دستی ارزشمند این خطه است. صنایع دستی که هم زیبا هستن، هم با اصالتن، هم میشه بهشون یه جوری افتخار کرد که ما تو ایران، تو این سرزمین پرگوهر، مردان زنانی رو داریم که آثاری رو خلق میکنن که این آثار ارزشمنده. با دست خودشون سبدهای بسیار زیبایی رو میبافند که تماشای اون لذت بخشه و استفاده کردنش هم توی منازلی حس خوبی بهمون میدن. میخواییم با این حرفه آشنا بشیم، با گبه بافی شهر بسیار زیبای دیلم آشنا میشیم و همینطور در واقع هنرهایی که مرتبط میشه به صنایع دستی ارزشمند شهر زیبای بندر دیلم. شما هم همسفر ما در این سفر باشین، همراهی کنین ما رو با این گزارش. رحمان رحیم، من مربی صنایع دستی حسیر بافی. از کوچیکی علاقه داشتم به کارهای هنری. خب این پیشا الیافشون از خرما به دست میاد، میاریمشون، با خرما تمیزشون میکنیم، رنگشون میکنیم، دیگه بگم این کارهایشون انجام میریم، بعد بابیزن میچینیم، جارونی میچینیم، گلدون میچینیم، چیزایی که بقولمون بیشتر لازمه خونه میچینیم، بقولمون برای اقتصاد زندگیمون هم خوبه. دو روز سه روز طول میکشه تا یه سبد ببافم. از پایه که مثلا این پایش از اینجوری میبافیم، بعد میدوزیمش با همو پیش خودش، دوباره میدوزیمش و الیافش وقت میبریم برای تو بازار. چیزایی که میخوایم بریم بازار خرید کنیم میذاریم توش. میه اینا هم که جاجواهراتی هن، اینا هم جاجواهراتی هن، اینا هم که سفرن برای غذا خوردن استفاده میشه، طبق هم همینجوری برای نون استفاده میشه، جارونی هم که نون میذاریم توش، گرده میذاریم توش، خوبه. الیاف خرماز نون توش خراب نمیشه. آره، بچه خودم دو تا دختر دارم، با وجود همون دخترم هم معلمه، ولی هر بقرخون ساعتی که بیکاره میام میشینه یاد میگیره. بعد عروسام، زن برادرام، خواهرام، همه اینا هم مشغول به کارم. الحمدلله، خدا رو شکر. حدود 3 ساله که من پیش خانم زرین کار میکنم و زن برادر ایشون هستم و خیلی هم تو کارها موفق بودم. عرض نیم ساعت من میتونم این جاروفو ببافم، برای روفرشی، برای توی حیات استفاده میشه. دیگه هر جایی که خانما دیگه خودشون جایی مثلا چیزی که باشه میتونن با این جاروف کنن. یک ماه دورش بوده که من صنایع دستی، ولی هنوز دورهای پیشرفته رو دوست دارم که یاد بگیرم پیششون. الان در حدود 4-5 سالی که میام، ولی خب چون که خودم هم بچه دارم و دیگه تو خونه کار میکنم، زیاد نمیتونم مثلا برم موقع فراغت و ماینا مثلا میرم پیششون اینا یاد میگیرم. سبد بافی یه شغل کاملیه، به خصوص برای خواهرایی که تو خونه هستن.
خیلی که بیکار نشینم برای خودشون، یه نوع سرگرمیه دیگه، مشغول میشن برای زندگیشون، برای خودشون اینا، برای تزیناتی تو خونه اینا کار میره. نه خیلی خوبه این دیسه، این الیافش خو الیاف خرماست. بعد نقششم بعضی موقع دوست داشتیم با کرموا کار میکنیم، دوست داشتیم هم با پیش رنگ کرده کار میکنیم، یکیش دیگه دست خودمونه. برای سبزی خوبه، برای میوه خوبه، برای بیسکویت خوبه، برای هر چیزی که دوست داشتیم، برای میوه خوبه، دوست داشتیم توش استفاده میکنیم. این بهش میگن جلت. این جلت هم با الیاف خرما درست میکنیم، استفاده میشه برای نون تنوری. این دو تاشو با هم میدوزیم با پارچه تمیز، موقعی که دوختیم به این شکل در میاد. بعد نون که درست کردیم دستمون داخلش میذاریم که نسوزه، دستمون نسوزه. بعد به این صورت نونم روش میذاریم و داخل تنور میذاریم. نونای خوشمزه، نونای محلی که اسمش هم خودمون میگیم تکون، هم گرده، هم تبدو. وای میشه استفاده کرد. استفادهش اینه. بعد از صنایع دستی ارزشمند بندر دیلم کنار ساحل زیبای نیمبون خلیج همیشه فارس میرسیم به پخت نان. خانم زهرین برام توضیح میده که نانهای بندر دیلم چگونه طبخ میشن. این همون جلته که با الیاف و خرما درست میشه که برای نون ازش استفاده میکنیم، مثلا گرده، تبدون. چونه تبدون بزرگتر از گرده است. این تبدونه، چونش از گرده بزرگتره، این هم گردن، گرده چونش کوچکتره. تبدون رو خمچک درست میکنیم، گرده رو با دست کارش انجام میدیم، بعد رو جلد میزنیم و تو تنور میزنیمش. بخورم برای نهار باشه، برای شام باشه، برای ناشتایی باشه. چند نوع نون کلن دارین در بندر دیلم؟ نون چند تا، نون نازک داریم، نون نازک داریم، تکون داریم، بعد کلوچه داریم، نون چپه که بهش میگن نون شیرازی داریم، اینکه بلبل داریم که اونم رو تابه درست میشه و سبز داخلش. آره، بعد همون بخورخون بلبل بهش میگن بلبل ملو یا بلبل تره. خب تقریبا توی خونه های بندر دیلم تنور پیدا میشه دیگه. آره اکثرا دارن بخور خون زنای بزرگتر دارن. آره دارن. همه پختنون بلدن. آره همه پختنون بلدن، الحمدلله. اینجا هم دختراشون مادری بزرگ دیگه بلدن، بخور خون بزرگتر ها یاد کوچکتر ها میدن، بلدن خدا را شکر. اینم از الیاف خرما درست شده، بهش میگن طبق یا تویزه. هم نون خوش توش میذاریم، هم ناشتای توش میخورن دیگه. خیلی کاربرد داره. همین که با چیز چونه هامون میذاریم توش که گرده درست میکنیم. رحیم، سلام و عرض و ادب دارم خدمت بینندگان محترم برنامه همسفر. خدمت صنایع دستی در این شهرستان مثل سایر اقصا نقاط کشورمون خب از سالهای دیرین شروع شده. بعد ما در رشته های مختلف صنایع دستی مانند گلیم بافی، گبر بافی، قالی بافی، بعد صنایع دستی دریایی مثل صدف سازی، همچنین حصیر بافی
سالها خانم‌ها دارن فعالیت میکنن تو خونه هاشون، کارگاه های خانگی متعددی در این شهرستان دایر شده. بعد نقش هایی که اینجا تو گبه بافی خانم‌ها استفاده میکنن بیشتر الهام گرفته از طبیعت هست. بعد اینو پیاده میکنن اون نقشه، بعد در کنار اون هستم که حالا اول که به صورت خانگی یاد گرفتن، یعنی خانم‌ها اکثرا از مادراشون آموزش دیدن و به دنبال اون هم ما یک سری آموزش‌های تئوری و عملی براشون گذاشتیم که اینا درس بخونن، یک ماه میان مجددا آموزششون رو به صورت حرفه‌ای هم می‌بینن.